بازیکن‌های فوتبال همیشه ازشون انتظار میره که برای همه یک الگو باشن، اما خب همیشه هم اینطوری نیست و فوتبالیست‌ها بعضی وقتا در دنیای خارج از فوتبال کارهای خلافی انجام میدن و همین اونها رو به دردسر میندازه. من حامدم و اینجا چنل ورزش ها بود. توی این ویدیو هم میخوایم بریم تا یک سری دیگه از فوتبالیست های خلافکار رو بهتون معرفی کنیم. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب چنل و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش ها رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب میریم سراغ فوتبالیست اول، هلفی سیگرسن. هلفی سیگرسن هافبک تیم اورتونه. در ماه جولای امسال هم پلیس اعلام کرد که یک بازیکن لیگ برتر انگلستان رو به ظن انجام جرم جنسی در برابر بچه‌های زیر سن قانونی دستگیر کرده. بعد از مدت کوتاهی هم برای رسانه‌ها مشخص شد که این بازیکن هلفی سیگرسن بوده. پلیس هویت او را کاملا فاش نکرد، اما خب گفته که یک بازیکن لیگ برتر انگلستان 31 ساله این جرم رو انجام داده. بعد از اون هم خبرنگارا ته و توی ماجرا رو در آوردن و برای همه مشخص شد که سیگرسن پشت این ماجرا بوده. بعد از اون هم او از ترکیب اورتون ناپدید شد و به تیم ملی ایسلند هم دعوت نشد و خودش و همسرش هم حسابای فضای مجازی خودشون رو پاک کردن تا مورد حمله قرار نگیرن. این قضیه یک رسوایی بزرگ و دادگاه سیگرسن هم در سال 2022 برگزار میشه و اگر گناهکار شناخته بشه احتمالاً دیگه رنگ فوتبال حرفه‌ای رو نمیبینه. کوینسی پرامیس. کوینسی پرامیس هافبک تیم ملی هلند و باشگاه اسپارتاک مسکو هست و مشکلات اون از زمانی شروع شد که برای آژاکس بازی میکرد. او توی یک پارتی در آخرهای سال قبل توی خونه خودش پسر عموی خودش رو با چاقو میزنه و به چند نقطه او آسیب میرسونه. بعد از این اتفاق پسر عموی او ازش شکایت میکنه و بعد از اون او به اقدام به قتل متهم شد و دستگیر شد، اما خب به قرار وثیقه آزاد شد. یک سری ها به این باورن که اگر کوینسی در دادگاه گناهکار شناخته بشه میتونه تا 4 سال به زندان بره. بعد از پیش اومدن این قضایا اسپارتاک مسکو میخواست دوباره پرامیس رو به آژاکس منتقل کنه، اما خب هیچ کدوم از باشگاه ها نمیخواستن ریسک کنن و مذاکره رو متوقف کردن. در نهایت باشگاه آژاکس موافقت کرد که یک ترانسفر رو به مبلغ 8.5 میلیون دلار در 3 قسط انجام بده و اگر پرامیس در این مدت دستگیر بشه این انتقال پول قطع میشه. الان هم این فوتبالیست به خاطر دعوایی که انجام داده منتظر دادگاهشه تا ببینه سرنوشت آینده‌اش چی میشه. بنجامین مندی. بنجامین مندی مدافع تیم منچستر سیتی هست که تقریبا داستانش رو همه شنیدن و او به چندین مورد تجاوز متهم شده. منچستر سیتی از نظر دادن راجب مندی خودداری میکنه و گواردیولا هم به سوالهایی که در مورد اون هست جواب نمیده. اما ظاهرا تمام پیراهنهای مندی از فروشگاه‌های منچستر سیتی حذف شده. مندی از ماه آگوست تا حالا در بازداشت به سر میبره و حتی حق گذاشتن وثیقه رو هم نداره. بنا به برخی از گزارش‌ها او را در زندان به بخش مربوط به افراد متجاوزگر نگه داشتن و در اونجا بهش حمله عصبی دست داده. اما خب وقتی که یک نفر به 6 فقره تجاوز و یک آزار جنسی متهم باشه وضعیتش از این بهتر نمیشه. مندی الان منتظر دادگاهش هست و اگر گناهکار شناخته بشه میتونه به 10 سال تا حبس ابد در زندان محکوم بشه. هانی کامبا. ممکنه که اسم هانی کامبا رو قبلا نشنیده باشین، اما خوب داستانش واقعا مثل فیلم هاست. این بازیکن سابق شالکه و همسرش کریستینا هر دو به 3 سال و 10 ماه زندان محکوم شدن. دلیل اون هم این بوده که اونها مرگ این فوتبالیست رو برای گرفتن پول از بیمه جعل کردن. اونها هاینیک رو توی یک تصادف ساختگی کشتن و همسر او 1,200,000 یورو به خاطر بیمه عمر از بیمه پول گرفت. اما خب 3 سال بعد این فوتبالیست دوباره زنده شد و در سفارت آلمان در کنگو حاضر شد و به همین خاطر هم دستگیر شد. او گفت که همسرش او رو دزدیده بود و در جایی نگه داشته بود تا بتونه پول بیمه رو بگیره و الان او موفق شده فرار کنه. اما خب دادگاه حرف هیچ کدوم از اونها رو باور نکرد و هر دوی اونها رو به زندان محکوم کرد. فرلان مندی.
فرلان مندی بازیکن تیم رئال مادریده که از لیون به این تیم اومده، اما خب زمانی که در لیون بود دو بار با آزار جنسی زنان و مشکل با الکل متهم شده. اما خب ظاهراً باشگاه لیون خواسته روی این قضایا سرپوش بذاره تا ترانسفر اون به رئال مادرید راحت انجام بشه. یک محقق و ژورنالیست به نام راما مولینو مندی رو به آزار زنا و استفاده از الکل متهم کرده. این ژورنالیست گفته فرلان مندی یک زن رو با مشت زده و وقتی که او روی زمین بوده با لگد به سر او زده و همه اینا بعد از این بوده که آلت تناسلی خودش رو به او نشون داده. این بازیکن مشکلات جدی با الکل داره و لیون اینو میدونسته و روی اون سرپوش گذاشته تا اونو به رئال مادرید بفروشن. اگر این قضایا واقعا اتفاق افتاده باشن واقعا وحشتناکه، اما خب تا وقتی که ثابت نشدن نمیشه چیزی گفت. ولی خب اگر ثابت بشه حتی پرس هم کاری از دستش بر نمیاد و عذر مندی رو خواهد خواست. خب نظر شما راجع به این موارد چیه و به نظرتون کار کدوم یکی از این فوتبالیست ها از همشون بدتر و وحشتناکتر بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.